اما اکنون طبق وعده به موضوع داخلی داغ ایران بپردازیم. رد صلاحیت‌های فلعی در آستانه انتخابات جمهوری اسلامی ایران امر تازه‌ای نیست و تنها زمانی خبرساز می‌شود که دست رد شورای نگهبان بر سینه چهره بارزی از نظام جمهوری اسلامی بخورد. و شمار این چهره‌ها از دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به بعد رو به افزایش بوده. شاید بارزترین نمونه آن رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم باشد، یکی از مهمترین چهره های انقلاب 57 که دو دور رئیس جمهور بوده، ریاست مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به عهده داشته و کسی که باعث شده بود علی خامنه ای بر کرسی رهبری جمهوری اسلامی تکیه بزند، 10 سال پیش از دید شورای نگهبان دیگر لیاقت ریاست جمهوری را نداشت. علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری و بسیاری دیگر از ارباب نظام جمهوری اسلامی هم در زمره رد صلاحیت شدگان هستند. و اکنون نام حسن روحانی هم به این فهرست اضافه شده. 2 عضو کابینه او هم رد صلاحیت شدند. مصطفی پور محمدی، وزیر پیشین دادگستری، و محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات. آیا رد صلاحیت حسن روحانی را هم باید سرنوشت محتوم رئیسان جمهور زنده ایران دانست، به جز شخص آقای خامنه‌ای البته، که در نهایت مورد بیمهری حکومت واقع می شوند، و یا این بار و این انتخابات شورای خبرگان رهبری برای 8 سال مورد خاصیه؟ برای بررسی این موضوع دو مهمان داریم، ملیحه محمدی در برلین آلمان و تقی رحمانی در پاریس فرانسه، هر دو کنشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی. درود بر شما، خوش اومدید به این برنامه. خانم محمدی، میخواستم از شما شروع بکنم که از دید شما واقعا دلیل چه هست که حسن روحانی و دو وزیر او رو رد صلاحیت کردند؟ سلام بر شما و آقای رحمانی و مخاطبانتون در همه جا. واقعیت اینه که هست رد صلاحیت کسی مثل آقای روحانی تعجب برانگیز نبوده، یعنی اینطوری نیست که بعد از اتفاقاتی که افتاد بعد در فاصله انتخاب دوم ریاست جمهوری دوم آقای پایانش آقای روحانی تا انتخاب آقای رئیسی ما مجلس 11 رو داشتیم، مجلسی که دقیقاً بر اساس مخالفت با برنامه ها، دیدگاه ها و همکاری ها و حالا من ارزش گذاری نمی کنم، اون چه که بود در دولت 12 برای اون اصلا تشکیل شد. یعنی حذفیاتی که در مجلس 11 رویداد سال 98 برای این بود که 1.5 سال باید هنوز با دولت روحانی درگیری میشد و تمام مدت این درگیری وجود داشت تا اینکه دولت 13 اومد و به قول خودشون روی کرد تغییر کرد و این طوری شد. بنابراین حذف ایشون چیز غریبی نیست، اما مسئله غریبی که وجود داره این وضعیت خاصه که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه هم حکومت هم اپوزیسیون هر دو باید نگران باشن. یعنی حتی حکومت که این راه رو آگاهانه داره الان میره، یعنی بعد از ضربه‌ای که اتفاقی که افتاد در سال 88 که به نظر من هم اپوزیسیون هم حکومت غافلگیر شدن، و حکومت به خاطر قدرتی که داشت، اپوزیسیون منظورم بزرگترینشون اصلاح طلبان داخل بودن، اینها رو قلع و قمع کرد به نوعی که ارتباط فیزیکی سیاسی معنوی اینها با هم قطع شد، زندان و حبس و تعذیب و ممنوعیت هر جماعت و اینها، هم از همفکری و همکاری با هم و هم از مهمترین مسئله ارتباط با بدنه خودشون محروم شدن. این پایه انشقاق و اختلاف نظرهایی در میان اپوزیسیون اصلاح طلب شد که در طی زمان، چون امکان 4 سال که کاملا بسته بود، بعد هم فضا باز بود، اینها بیشتر شد تا امروز که به هر حال میشه راحت گفت نه تنها اصلاح طلبان بلکه بقیه مبارزان راه مسالمت‌آمیز جامعه مدنی، اینها دو طیف شدن، کسانی که با اصل نظام مخالفت دارن، کسانی که کمکان خواهان رفتار نظام هستن. حالا میخوام نظر آقای رحمانی رو هم در این مورد بپرسم که در واقع یک عده بر این باورن که این رد صلاحیت های اخیر احتمالاً، چون به هر حال میدونیم که شورای خبرگان رهبری برای 8 سال انتخاب میشه آقای رحمانی، درسته، و یک عده میگن که این دوره به خصوص وسواس بیشتر به خرج میدن به خاطر اینکه مصادف شده با دوره کهولت سن رهبر جمهوری اسلامی. ببینید این جنگ نعلین و چکمه است، این جنگ هژمونی نعلین و چکمه است. به چه معنا؟ روحانی
در یک بزنگاهی اگر در اون خبرگان باشد، شاید به دلایلی بتواند با چهره جهانی که دارد، رئیس جمهور بوده است و مقام داشته است و بعد خامنه ای هم شناخته شد تا این چهره جهانی است در جمهوری اسلامی دیگه. خب این میتواند مثلا در یک بزنگاه حضور در اون مجلس در ادامه همون نگاه هاشمی تعیین کننده باشد. اما این جنگ نعلین و چکمه درون نظام هست، به جامعه مدنی، به مردم اصلا ربط ندارد، اگرچه سرنوشتشان ربط داره، ولی هزینه رد سلاحیت روحانی کاملا هزینه زیادی ندارد، تا اندازه هاشمی هم هزینه ندارد. اما این یک دعواست. ببینید شما دقت بکنید، اون چی که الان به نام اولیگارشی های مالی و دور زدن تحریم ها FIH دور آقای خامنه ای هستن، با اون چی که ظریف و روحانی برای جمهوری اسلامی میخوان کاملا متضاده و مردم هم از هر دو دل زدن، چون روحانی سال 96 به رأی مردم در بهترین واژه خیانت کرد، میانست استعفا بده، پس برای مردم مهم نیست. این دعوای درون نظامه، منتها اثرات بیرونی داره. من این اینطوری میبینم، رد صلاحیت روحانی زمینه هایی هم داره، فساد دولتش، فساد اقتصادی برادرش، تمام اینا رد صلاحیت روحانی یه آدمی که مثل هاشمی هم اهل مراوده نیست برای نظام کم هزینه تر میکنه. من اینا جنگ درون نظام بین بروکرات ها و نظامیان از یک طرف میبینن، بعد اون روحانیونی که از سپاه میترسن و در یک بزنگاهی میتوانن مثلا به روحانی تمسک پیدا کنن. منتها دقت کنید، بخشی عظیمی از روحانیت سنتی هم از نظام بریده و منفعل است و تقریبا روحانی در یک حالت فوق‌العاده میتواند احساس اینا رو به خودش جلب کند که در قدرت باشه. حکومت هم اینو فهمیده، اصلاح طلبان به دو دسته تقسیم کرده، یه سری کاملا از دور خارج کرده که کیف نزدیک به خاتمی هستن و آقای تاج‌زاده، و یک سری هر که به سلام معروف میخوان با حکومت باشن و به عنوان چرخ پنجم گاری به خدمت گرفته، و روحانی میخواهد در درون این چرخ پنجم گاری یک چهره تعیین کننده باشه و این سپاه پاسداران نذاشت، نمیگذارد که وارد خبرگان بشه. ولی به هر حال میدونیم که حسن روحانی خب همین الان عضو مجلس خبرگان هست خانم محمدی، و حالا دارن جلوشو میگیرن که دوباره بر نگرده به این مجلس. واقعا به نظر شما اگر بود آقای روحانی در اون مجلس بعدی خبرگان چه اتفاقی میافتاد؟ چه بیمی ازش دارند؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. پس چرا جلوشو گرفتند؟ به این دلیل که دوران ایشون تموم شده. اینو میخوان بگن که عملا این کار رو کردن، اون مجلس رو تشکیل دادن، بعد آقای لاریجانی رو قبل از ایشون کنار گذاشتن و مجلس خبرگان دیگه مجلس شورای اسلامی نیست که بالای 200 نفر عضو داشته باشه. تو این 88 نفر 3-4 نفرم ساز متفاوت بزنن، اون نظم جدی و در واقع صلبی که اینا میخوان برای بعد از رهبری به هم میخوره. بنابراین هرچه خالص‌تر، اینطوری که شما هم به کار بردین، هرچه خالص‌تر برای به ویژه خبرگان مطمئن‌تره. آقای یعنی مجلس 11 شورا هم برای این طور شد که از یک شلوپی ها و بعضی فضولی ها توی مجلس جلوگیری بشه و دیدین که اصلا حذف صلاحیت ها در مجلس 11 نسبت به تمام مجالس شورا بی سابقه بود. و اینکه اونا فکر بکنن، اینا میخوان که خیالشون راحت باشه، سال 92 96 هم در انتخابات هیچ دخالتی نکردن، برای اینکه مطمئن بودن که آقای روحانی حتی آقای رفسنجانی نیست و به هر حال خطر بزرگی محسوب نمیشه. بعد از اون که آیا فکر نمیکنید که این که میخوان که خیالشون راحت باشه واقعا مربوط به نزدیک آمدن دوره جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی هست؟ چون به هر حال سنی گذشت از آقای خامنه‌ای و فکر نمیکنید که بیشتر نگران اونه؟ این بارمیتر مهمیه. به هر حال اینکه اینا چه در نظر دارن واقعا سخته، ولی خب یه همچون برهه خاصی هم قرار داریم دیگه. اینم مزید بر علت که جمع و جورتر و هرچه منسجمتر دستگاه‌های حکومتی باشن. شما فکر کنین این نفاقی الان مؤتلفه و پایداری با هم نمی‌سازن. اینها
اگه این اختلافاتی که همیشه بوده در حکومت بخواد بستم پیدا بکنه، اتفاقی هم برای آقای خامنه ای بیفته، خب جمع جور کردن کار خیلی سخت میشه. اینه که به ویژه در این برهه چه مجلس شورا چه خبرگان هرچه یک دستر باشن بهتره، اما این خطر وجود داره که بعد از این سرنوشت انتخابات چی میشه. ما خاطره تلخی از انتخابات های قبل از انقلاب داریم و الان جمهوری اسلامی داره همون رفتار میکنه. یعنی به نظر میاد که دلگیر نیست از اینکه انتخاباتی رو برگزار کرده، باکی نداره از اینکه انتخاباتی رو در مجلس 11 و ریاست جمهوری 13 برگزار کرده که پایین ترین آمار مشارکت در تاریخ بعد از انقلاب ایران. اتفاقا درباره سرنوشت انتخابات در ادامه برنامه میخوام که یه ذره بیشتر صحبت بکنیم، ولی فعلا همچنان همون صحبت که پیشتر کردم مربوط به انتخاب رهبری آقای رحمانی، از شما میخواستم بپرسم که اگه از دید شما اگر آقای روحانی بود در شورای خبرگانی که مجلس خبرگانی که وظیفش انتخاب رهبری بعدی هست، فکر میکنید که چه اتفاق می افتاد؟ چه نظری دارید در مورد؟ جایگاه بهتری داشت. مطابق قانون اساسی وقتی رهبر بمیره، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه رو فرا میخونه. یک نفر از فقهای شورای نگهبان به اصطلاح از سوی تشخیص مصلحت معرفی میشوند و اینا بعداً خبرگان فرا میخونن به تعیین رهبر. خب در این حالت حضور یک نفر در یک مجلس که ایزولم نباشه با روحانیون بدونه حرف بزنه اثر خواهد داشت، اما یه تصوری ما ازش اطلاع نداریم، یه تصوری در بخشی از این جنگ نظامیان هم هست. ما جنگ چکمه ها هم داریم، شما 4 تا نهاد امنیتی دارن درست میشن. این جنگ چکمه ها میخوان هیچ کس تون خبرگان نباشه که بیگانه باشه که خودشان برای هم تعیین تکلیف کنن. اینجا یه مسئله مهم به وجود میاد، یعنی در حقیقت جنگ بوروکراسی و نظامیان به نفع نظامیان غلبه پیدا کرده. اینجا ولی اون وقت به نظر شما مثلا کسی مثل مصطفی پور محمدی مال خودشون نبود یا آقای علوی؟ اینا خودشون نیستن. ببین آقای علوی نشان داده که با آقای روحانی همراهه، واقعا یه سری اطلاع روابطی در مثلا حتی آقای قالیباف در میان نظامیان درجه اول زیاد مهم چیز نیست. این جمهوری اسلامی با هیچ کس، خمینی جمله‌ای داره میگه من عهد و خوبت با هیچ کس نبستم. یه استراتژی هم خامنه‌ای داره میگه ریزش از بالا رویش از پایین. یعنی همواره شما یه سری آدم های فقری رو میاری بالا که به حرفت برن. در سیاست اینه دیگه، وقتی حزب نباشه همین میشه. خب این آدم های فقری کیفیتی ندارن. مصطفی نور محمدی همسن آقای رئیسی است، در اندازه های رئیسی است. دقت بکنید این آدم نباید دیگه الان جامعه روحانیت مبارز برای خودش عددی شده. نظامیان روحانی و جامعه روحانیت مبارز مؤتلفه رو الان حساب نمی کنن. ناطق نوری متوجه شده رفتی هیئت علمیه گرفته یه بودجه گرفته داره حالش میکنه. من قبل از انقلاب آقای ناطق نوری رو میشناسم. خب اهل خطر کردن نیست. حسن خمینی حذفش کردن. ببینید تباری که اینا درست کردن مثل ارتش الجزایر و ارتش مصر، یعنی میخوان خودشان بوروکراسیشون رو درست کنن. هاشمی میخواد جدا از دل سپاه یک بوروکراسی وجود داشته باشه که شاخصش کارگزاران بود. اینا اومدن الان ببینید شما شرکت های معظمی تولید ناخالص ملی ایران رقم میزنن، 500 شرکتن، 20 شرکت از دست اول دیگه از ایران خودرو و سایپا خارج شدن، چند تا بانک هم زیر نظر خلق و خاتم و انبیا، چند تا پتروشیمی بزرگن که بازم زیر نظر سپاه هست. این ثروت که اینجا تعیین کننده شده، ما یه سری ابعاد این قضیه رو بعد از اومدن احمدی نژاد در ثروتی به دست سپاه پاسداران رسیده و بیک رهبری رسیده اطلاع نداریم. یعنی بنیادها، قرارگاه خاتم الانبیا و این دوتا قول اقتصادی شدن. در حقیقت یه مؤتلفه هم قبول ندارن، باید خودشان یه مؤتلفه داشته باشن، یعنی بازاری که دست خودشان باشه. اینا مثلا با بازار سنتی هم رقابت میکنن. الان اینجاست که بخش عظیمی از روحانیت سنتی الان به حکومت دینی اعتقادی نداره، فقط میترسه و اینا حتی دارن از حکومت فاصله میگیرن. اینجاست روحانی عملا طرف بازنده دست گذاشته، از طرف روحانی هم نمیتونه طرف نظامیان برود چون به سابقهش نمیخوره. شما سابقه روحانی نگاه کنید، روحانی یک حسن فریدون یک روحانی است که اساساً اونچنان سابقه حوزه نداره
و بیشتر در عرصه های دیپلماتی و معامله‌گری و چانه زنی سیاست مدار است و آقای خامنه‌ای چنین سیاست مداری براش وزنی قائل نیست. ولی حالا در مورد سرنوشت انتخابات صحبت بکنیم که خانم محمدی بهش اشاره کردین، که خب طبعا میبینیم که رفته رفته میزان مشارکت در انتخابات های مختلف در دورهای مختلف هی کمتر و کمتر داره میشه. فکر میکنید واقعا اعتباری از این انتخابات مونده برای بخش اعظم جامعه ایران یا نه؟ ببینید، من به این به عنوان یک خطر جدی نگاه میکنم، برای اینکه اسباب دیگر مشارکت که مشارکت سیاسی در جامعه که حزبیت باشه جونی نداره. حالا در شکل حزب نه، اما جمعیت‌های مختلف این قدرت وجود داشت که مردم رو بیارن. و واقعیت هم اینه که مردم همیشه، درسته که دولت آقای روحانی هم به هر حال نتونست کاری انجام بده، ولی مردم اون چیزی رو که دولت نمیخواد معمولا، حالا کمتر میخواد، عموم اینجوری رأی دادن و رأیشون هم وقتی عموم هستن و اکثریت هستن کاری هست. اما وقتی که الان دیگه به اینجا رسیده که هیچ حراسی حکومت نداره که این نتیجه انتخابات مجلس 12 نحیف‌تر از انتخابات 11 هم بشه، نشون میده از به اصطلاح برخوردهای حذفی که انجام داده، نشون میده این ترسو نداره. آیا میخواد روی بیاره به اینکه خب به این فکر کنه که 30 سال در ایران انتخابات اصلا شوخی بوده و شاه هم حکومت میکرده؟ خب این اشتباه خیلی بزرگیه. نه اپوزیسیون باید بذاره که این وضع جا بیفته، چون راه مبارزه مسالمت آمیز قطع میشه، و هم حکومت باید بدونه که اون حکومت مقتدر داخل و خارج نیست. مثلا اگه بخوام روشن بکنم، ببینید مثلا در روسیه الان به جز پوتین کسی نمیتونه رئیس جمهور بشه. اگر کاندیدا بشه حذفش نکنن که میکنن، بازم پوتینه که رئیس جمهور میشه. واقعا میشه؟ چرا؟ پوتین مستبد نیست، هست استبدادی در روسیه، استبداد نیست هست، اما پوتین این جامعه رو از ورشکستگی نجات داده. خب دیگه میشه یک موضوع دیگه که میشه واقعا دربارش بحث کرد. در مورد انتخابات بازم اگه صحبت بکنیم، شخص شما خانم محمدی، خود شما در انتخابات بعدی شرکت میکنید؟ اگه بتونم خب نه، من اگر یه اپوزیسیون منسجمی وجود داشت که میتونست بگه برین رأی سفید بدین، اگر ایران ما که حق انتخاب نداریم تو انتخابات مجلس، من ایران بودم آره میرفتم، ولی چون هیچ اپوزیسیونی وجود نداره که هیچ عمل کردی، هیچ نسخه‌ای برای مردم داشته باشه که الان شما، یعنی این مردم به عنوان جمعیتی که پایه یک نیروی باشن، دیگه وجود ندارن. ولی به هر حال اگه ایران بودید میرفتید، همچنان اعتقاد دارید به انتخابات؟ اعتقاد دارم، ولی الان عدم شرکت فرصتیه برای اینکه یک بار دیگه حکومت و جامعه مدنی، حکومت و اپوزیسیون همدیگر رو بسنجن و فکری بکنن برای اینکه نه براندازی در این کشور راحت و ممکنه، فکرشم بیهوده است. اون چه که اشاره نمی کنم به اون چه که در خارج کشور به اشکال خنده‌دار اتفاق افتاد، به اون چه که در واقعیت اتفاق افتاد، اصلاح طلبا که 8 بر سر کار بودن. بله. این امکان وجود نداره. پس باید راه و روشی رو که حکومت گرفته، به نظرم آگاهانه گفته بسیار خوب، این دفعه هم نمیان نیان، ما همونطور که گفتم جمع و جور میشیم و منسجم عمل میکنیم، این در ایران جواب نمیده. و همین سوال رو از شما هم میکنم آقای رحمانی، که اگه شما بودید شرکت میکردیم یا نه و چرا؟ نه به هیچ وجه. ببینید، من از اول نظام جمهوری اسلامی قبول نداشتم، از اونجا که مردم ایران نمیخواستم با اون گریه که با دست باز میشه با دندان باز کنن، همراه با انتخابات شدن در بعضی از دوره‌ها. حتی من دهه 60 هم همه زندان بودم، بخشی زیادی دهه 70، ولی با مردم جامعه باید یک قدم جلوتر اجرا کرد. ما رفتیم که در جمهوری اسلامی یا خروشچف بسازیم یا گورباچف بسازیم. خامنه‌ای همین رو پس داد و دیگر شرکت در انتخابات معنی نداره. خب اگه شرکت در انتخابات معنی نداره چه کار باید؟ اگه رأی ندن چه کار بکنن؟ اینجا خیلی خیلی جا این وقت جالب، این به این مفهوم نیست هم یلان رودم میخوام، تندم میخوام، الانم میخوام، خودم هم میخوام مثلا جمهوری اسلامی بیفته. ما با یک نظامی درگیری هستیم که 3 ویژگی پهلوی داشت، این 2 بیشتر داره، یعنی هم ارتش داره، خب هم بوروکراسی داره
و هم به اصطلاح رهبری داره، و از این طرف دو تا چیز داره که پهلوی نداشت. یکی قدرت منطقه‌ای داره، ذاتی، شیاهان، دوستشان ارتباط داره. یکی که یه سری آدمای معتقد داره، لاقل 15% نیروی نظام هستن که 10% معتقد دارن و توان سازماندهی دارن. ما اول باید توقعمون رو با ارتباط با این نظام روشن کنیم. گذار از این نظام الزاماتی دارد و این الزامات نیاز به گفتگو و تلاش دارد. الان جنبش های اجتماعی بازنشسته ها، معلم ها، مردم این که بگن ما شما رو نمیخوام، سیاست های شما رو نمیخوام و این سیاست ها رو میخوام. ببینید عجله که در جنبش مهسا شد و مورد انتقاد ما بود، الان هم شما اینکه بذاری کار برای یه سری میان پوش میدن ولی باد هواست چون منطقی حرف نمیزنن. دید ما این بود که مبارزه با جمهوری اسلامی ماراتون است. آقای خامنه‌ای هم تحلیل دارم مردم ایران بیو در واسی بخوام با مخاطبان فارسی زبان خارج زبان بی‌بی‌سی میگم، یه مردم ایران تو داغ میشن زودم سرد میشن، من زمان میدم وقتی سرد شدن سرکوب میزنم. ما میتوانیم استقامت مدنی میان مدتی تعریف کنیم که منجر به عبور از این نظام بشود. یعنی جمهوری اسلامی ولایت فقیه نباشد، جمهوری اسلامی قانون مجازات اسلامی نباشد، دین از دولت جدا بشود. خب یک پروسه باید طی بشود. اما ما دستاوردهایی که این جنبش ها به دست آوردیم به خاطر زیادی خواهی یه سری افرادی که حتی وسیله رسانه‌هایی مثل شما خیلی گنده شدن، الان هم هستن، که زود هم میخواستن، تند هم میخواستن، الان هم میخواستن، اون دستاوردها نمیشه برای جامعه توضیح داد. ما باید نشان بدیم به این مردم سال 54 خانم‌ها مانتوی درست نمیدنن ببوشن. الان خیلی آزادی ها بیشتر شده، اگرچه اعدام هست، اگرچه قتل هست. ببینید اینجوری حرف زدن در این رسانه ها مهم هست. نه من دوتا شعار بدم، شعار خیلی تون، بعدم مردم رو ناامید کنم. ببینید از این چه به پایان برنامه آقای رحمانی اگه اجازه بدین، آقای رحمانی اگه اجازه بدین خانم محمدی هم نظرشون رو بگن چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه. بفرمایید. من سوال مشخص شما رو نمیدونم. شما موافق هستید با صحبتایی که ایشون میکردن؟ ایشون میگن که اصلا نباید در انتخابات رفت و شرکت کرد و ایشون هم من اگر که برای دور این دور میگن درست میگن، ولی اگر سیاستی متکی بر کلهم پشت کردن به انتخابات باشه این سیاست حتما غلطه. در کشوری که میخواد مبارزه مسالمت آمیز بکنه متکی به جامعه مدنی این بار بله، ولی اگر این سیاست ادامه دار باشه کاملا مخالفم من و فکر میکنم اپوزیسیون خودش باید سعی بکنه توی تمام صحبتهایی که آقای روحانی کرد و همش تعارف بود این مسئله که صندوق‌ها رو از دست بدن حرف درستیه میشد، به شرطی که اپوزیسیونی وجود داشت که بدنه اجتماعی پایدار داشت. تکرار میکنم میتونست کار بکنه. این چون وجود نداره بهتره که در کار این مردم و این دولت دخالتی نشه، چون هیچ مجلسی سرنوشت ساز نیست، اینم نخواهد بود. اما باید روندها رو تغییر داد. خیلی ممنون خانم محمدی، سپاسگزارم از ملی محمدی و اینطور تغییر رحمانی برای حضور در این برنامه. متشکرم.